اگر به مدت 30 روز یا 1 ماه بیایم از امگا 3 استفاده کنیم چه اتفاقی برای بدنمون میفته؟ در این ویدیو قرار به این سوال جواب بدیم، پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. درود بر همه فارسی زبانان عزیز، من دکتر امیرحسین رفیعت هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از این کانال. ببینید، امگا 3 ماده‌ای که در بدن انسان ساخته نمیشه اما انسان به اون نیاز داره و همچنین طبق تحقیقات و گزارش ها حدود 70% مردم جهان با کمبود امگا 3 در بدنشون مواجه هستن و با اون دست و پنجه نرم میکنن. خب حالا اگه بپرسید که من چطوری میتونم امگا 3 رو دریافت کنم؟ روغن ماهی، گوشت گاوی که از روی چمن تغذیه کرده و حتی تخم مرغ و همچنین با مصرف گردو، تخم کتان و دانه چیا و از همه مهمتر هم روغن کبد ماهی کاد میتونید امگا 3 بدنتون رو تأمین کنید. و همچنین با مصرف این مواد و افزایش سطح امگا 3 بدنتون میتونید از التهاب مفاصل، قلب و حتی کبدتون هم جلوگیری کنید. علاوه بر فایده امگا 3 در درمان التهاب ها میتونیم به اهمیت امگا 3 برای مغز هم اشاره کنیم و زمانی که امگا 3 بدنتون در حد نیاز بدن و حتی یک ذره بالاتر باشه باعث افزایش و تقویت حافظه، تمرکز و همچنین افزایش دقت و یادگیری در مغزتون هم میشه و این مورد علاوه بر بزرگسالان در بچه‌ها خیلی مهمه، چون در سنی هستن که یک ذره در حال آموزش و یادگیری هستند. پس اگر شما بچه‌ای دارید یا اگر در سنی هستید که نیاز مبرمی به استفاده کردن از مغزتون دارید، حتما این رو جدی بگیرید و سعی کنید سطح امگا 3 بدنتون رو تا حد نیازش یا حتی یک ذره بالاتر از اون هم برسونید. به ویژه در زمستان، مخصوصا در جاهای سردسیر که نور خورشید رو زیاد نمیتونید در طول روز دریافت کنید و اینجوری میاد میزان سطح ویتامین D و امگا 3 تون هم کاهش پیدا میکنه. پس شما بهتره زمانی که زیاد نمیتونید نور خورشید استفاده کنید، بیاید ماهی کاد یا هم کپسول های امگا 3 رو مصرف کنید تا با کمبود این ماده در بدنتون مواجه نشید. و همچنین خیلی از انسان ها برای مشکلات قلبی و همچنین مغزشون میان از امگا 3 استفاده میکنن و بهبودشون رو کامل حس میکنن. علاوه بر اینها، زمانی که شما بیایید از این ماده به صورت منظم و مرتب استفاده کنید، یک سری فایده و معجزات دیگری داره که از مهمترین اونها میتونیم به این موارد اشاره کنیم. 1. خشکی چشم. زمانی که شما دچار خشکی چشم میشید، میتونید با استفاده کردن از ویتامین آ در کنار امگا 3 بیایم به درمان این خشکی بپردازیم. مورد بعدی استفاده از این ماده در درمان درماتیته. اگر پوستتون خشک و به این حالت در اومده، زمانی که شما امگا 3 رو به صورت منظم و مرتب استفاده کنید، میتونید بهتر شدن رو حس کنید. علاوه بر اینها، در درمان آرتروز، روماتیسم، مریضی‌های قلبی و همچنین فشار خون بالا میتونید از این امگا 3 استفاده کنید. همچنین زمانی که دچار کبد چرب شده اید، با مصرف این ماده به خوب شدن و بهتر شدن کبد کمک میکنه و همچنین به جذب کلسیم هم کمک زیادی میکنه. اگر همراه با امگا 3 بیاید ویتامین D هم استفاده کنید، باعث جذب 20 برابری کلسیم شده و اگر کمبود کلسیم داشته باشید، ممکن شبها نتونید به آرامش کافی بخوابید یا اینکه در طول روز هنگامی که نشستید، هنگامی که دراز کشیدید، دچار اسپازمی در ماهیچه‌هاتون میشید. پس بیایم با افزایش میزان امگا 3 به همراه ویتامین D بیایم این مشکل رو حل کنیم. خب اگر بپرسید که من به ماهی علاقه ندارم، آلرژی دارم یا از بوش کلا خوشم نمیاد، باید چیکار کنم؟ من اینطوری بهتون جواب میدم. ساده ترین راه استفاده از کپسول های امگا 3 که به راحتی شما میتونید از داروخونه ها یا جاهای معتبر تهیه کنید، اونها رو استفاده کنید و بیاید این امگا 3 رو در بدنتون رفع کنید. همچنین ما ویدیوهای مرتبط زیادی با این ویدیو ساختیم، کانال رو تصویر مشاهده میکنید. حتما بهتون توصیه میکنم برید اون ویدیوها رو ببینید و از نکاتی که در اون ویدیو گفته شده نهایت استفاده رو ببرید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون بخیر.